کمتر از یک هفته به انتخابات درون حزبی راستگرایان در فرانسه باقی و نیکولا سارکوزی تمام توانش را به کار گرفته تا به صحنه سیاست فرانسه برگردد اما مشکلی تازه پیش پای اوست افشای اطلاعات تازه ای از حامیان مالی کارزار پیشین او در سال 2007 زیاد تقید دین رابطه سیاسی و تاجر سلاح اهل لیبی در مصاحبه تازه‌ای با نشریه اینترنتی مدیاپارت گفت شخصا در دو نوبت به نیکولا سارکوزی و کلود گان رئیس دفتر وقت وی پول داده است وی در پاسخ به پرسش هایی چند گفت با چمدان از ماشین پیاده و از در اصلی وارد شدم خودم را معرفی کردم می دانستم منتظر من هستند پس یک راست وارد شدم و مرا به اتاق آقای گان راهنمایی کردند دفعه بعد مرا مستقیما بالا بردند به طبقه اول در فاصله ماهای پایانی سال 2006 تا ماه ژانویه سال 2007 تقیید دین دو چمدان را به کلود گان سردفتر و مدیر کارزار انتخاباتی سارکوزی و یک چمدان را به خود وی که در آن زمان وزیر کشور بود تحویل داده است این چمدان ها در مجموع حاوی 5 میلیون یورو پول بودند فابریس ارفی خبرنگار مدیاپارت پارت در مصاحبه تلفنی ویژه‌ای با یورونیوز در این باره گفت معتقدم که گواهی زیاد دین سند مهمی در پرونده تحت بررسی دستگاه غذایی است. در واقع بررسی این پرونده تمام نمی شود. تحقیقات غذایی در آوریل سال 2013 شروع شد. این پرونده با دست خالی آغاز شد و حالا مدارک و شواهد بسیار برجسته ای جمع آوری شده است. nombre documents در واقع آنچه در حال کشف و ثبت آن هستیم ماجرای فسادی است که رسوایی دریافت پول از لیبی دوران قذافی در دولت سارکوزی را روشن می کند. ماجرایی که احتمالا بزرگترین رسوایی جمهوری پنجم خواهد بود. سه سال پیش دادستان پاریس تحقیقاتی را درباره احتمال پشتیبانی مالی لیبی از کارزار انتخاباتی سارکوزی شروع کرد که دست داشتن در فساد مستقیم و غیر مستقیم جزو اتهامات آن بود اما پسر قذافی در این باره گفت سارکوزی, سارکوزی, باید قبل از هر چیز پولی را که برای کارزار انتخاباتیش از لیبی گرفته پس بدهد ما بودیم که هزینه کارزار را او را دادیم و مدارکش را هم داریم آماده ایم همه چیز را افشا کنیم سارکوزی که زیر فشار است تا کنون درباره این اتهامات سکوت کرده است او در نظر سنجی ها تا اینجای کار از آلن ژوپه رقیب خود عقب است